خداوند مهربان، سلام و وقت بخیری دارم به همه شما عزیزان. امیدوارم که صحتمند و سر حال باشین. برنامه یه طرح زندگی است و ما هم رازیه دلیلی در برنامه در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم که من هم تا یک ساعت دیگر در برنامه با حوصله مندی تمام قبول کنین، بپذیرین. و عزیزان، امشب هم در برنامه ما صحبت بسیار زیبا و جالب داریم. امیدواریم که ما را هم شما همراهی کنین. در بخش اول برنامه با ما هم دکتر سوی فرهناز میباشن که اونا هم در مورد دندان با ما صحبت میکنن و امشب هم روی موضوعی که ما صحبت میکنیم پوندگی بیره ها است. و در بخش بعدی برنامه هم با ما دکتر صاحب زنخونه مهدی میباشن، روی موضوعی که ما هم صحبت میکنیم انستیزی است. ببینیم که کیها میتونن از انستیزی استفاده کنن، در مورد اضرار و فوایدش هم بر ما یادآوری میکنن. همچنان در بخش اخیر برنامه با ما هم خانم لیلا میباشن از سالن زیبایی و پاکسازی صورت که اونا هم در مورد مانیکور و یا اصلاح ناخن و در مجموع روی ناخن صحبت های میداشته باشیم. و همچنان بسته تصویری داریم که در لابلای برنامه در مورد مانیکور که از سالن زیبایی و پاکسازی صورت گرفتیم با هم یکجا تماشا میکنیم. امیدواریم که ما را تا آخرین لحظات برنامه همراهی کنین. و فعلا هم یک بسته تصویری بسیار زیبایی داریم در مورد حجاب، میریم با هم یکجا تماشا میکنیم. و در بخش بعدی برنامه هم با ما دکتر سایه فرهناز میباشن، ما را همراهی کنین. هم شما را خوش آمدید میگیم. بسته تصویری بود که با هم یک جا تماشا کردیم و همچنان دکتر سایه فرهناز در برنامه با ما هستن و ما هم سلام و خوش آمدید میگیم. ما هم سلام خدا خدمت شما، خدمت بیننده های عزیز تقدیم میکنم. بسیار خوش هستم که بار دیگه در برنامه شما مهمان هستیم. سلامت باشین دکتر سایه، ما هم خوشحال هستیم بازم شما خوش آمدید میگیم بعد از سفری که بازگشتین. و خوشحال هستیم که در برنامه داریم شما. عزیزان، موضوعی که امشب هم میخوایم روی موضوع صحبت کنیم پوندیدگی بیره ها است. و میپرسیم از دکتر صاحب که واقعا این مشکل است که نسبتا همه امکان داره این مشکل را تجربه کرده باشن، کی ها بیشتر به این مشکل مواجه میشه؟ در کل اگر بخوایم مثلا تشریح کنیم که پوندیدگی بیره چیست، در حالت عادی هر قسمت از وجود ما که یک شکل نامنظم به خود بگیره، یک شکل سرخ همراه با درد و اعراض علائم داشته باشه، او یک حالت غیر نرمال است. و این حالت در بیره های ما حتمی رخ میده. در حالت طبیعی اگر ببینیم بیره های ما یک رنگ گلابی رنگ دارن، گلابی بسیار روشن است. اگر ساحه را خوب خشک کنیم شکل پوست مالتر به خود داره. متوجه اگر شوین در آینه یک دفعه بیره خود را ببینین همین حالت داره. و قسمتی که دو دندان با هم وصل می باشند، بین از او را پاپیلای بین دندانی می گن. او یک حالت التصاق یا محکمی به دندان داره و شکل تیز داره. و بیره در قسمتی که خود بیره همراه دندان وصل میشه هیچ فاصله در وجود نداره. چرا؟ یک حالت نرمال است که او باز درجهش برای ما معلوم است که چند میلیمتر می باشه. بله. و همچنان نه درد داره بیره ما و نه خونریزی می ده وقت برس کردن یا وقت پاک کردن. اما بیره که التهابی باشه هم شکل تغییر رنگ داره، میشه بگیم که رنگش سرختر است یا یک رنگ قرمز تیره داره. یا رنگ آبی کبود رنگ داره، یک رنگ بنفش داره بر خود. و همچنان وقت برس کنیم خونریزی میده، دردم همراهش است. بعدن ما دکتر صاحب شنیدیم که با خاص هم آشنا شدیم که گفتن یادآوری کردن بیره هایم به شکل لکه شده بود. کاملا تمام بیره ها یک حالت لکه لکه را به خود گرفته بود که لکه هاشون به رنگ زرد رنگ بود و اما در مجموع مکمل بیره ها به رنگ سرخ رنگ بود.
اینا مشکلش دیگه است که التهابی میشن، مشکل در چی است؟ خب همین التهابی شدن بیره دلایل مختلف داره. در ابتدا ما باید اول دلیلش فهمیده باز در نظر بگیریم که او بر اساس چی به وجود آمده. دقیقاً میتونیم چندین عواملش براتون بگیم که یکی وقتی ما بیرای خدا پاک یا وقتی دندانای خدا پاک میکنیم در این حالت امکان داره که پورسی که استفاده میکنیم درشت باشه، بیرای ما تخریش شوه. یا وقتی تار استفاده میکنیم تار صحیح نباشه. اکثر نگیده باشین مردم از تار کالا استفاده میکنن، تار لباس ما چادر، یک حالت طبیعی است اگه خود تنم دیده باشین. از این تار استفاده میکنیم، تار بسیار زیاد، یعنی یک تار درشت است، مخرش است. طبعا بیرا رو وقتی یک دفعه دو دفعه کنیم خونریزی هم میده، التهاب هم میشه، یک فاصله بین بیرا و دندان پیدا میشه. یا مثلا بعضی از اشخاص ببینیم که تغییرات هورمونی داره در بعضی از مراحل، مثلا در مراحل در دوران بارداری یا در شرایطی که مثلا همو شخص دوران بلوغش باشه، تغییرات در مقدار هورمونا به وجود میاد. این هورمونا یعنی وقتی تغییرات به وجود آمد در قسمت بیرای ما تاثیر میمانه، با دست زدن یا با تحریک کردنش خونریزی به وجود میاد. یا امکان داره مثلا یک کسی دندان خود سیم انداخته باشه، سر دندان های ازی اگر دیده باشین نگینه های آهنی مانده میشه، کنمون رو برکت میگیم. بیره همراه این برکت یک عکس العمل از خود نشان داده، مثل یک جسم اجنبی رو احساس میکنه، باعث میشه که بیره تحریک شده و خونریزی بده. یا مثلا بعضی از اشخاص داخل دهنشان یک زخم با وجود میایه، این زخم امکان داره به شکل یک لکه های سفید رنگ همراه یک میتونیم بگوییم یک محیط سرخ رنگی داره که اگر تداوی از رو ما کم مثلا به تاخیر بندازیم، اونم خودش باعث تغییرات در بیراه ما میشه، بیراه حساس میشه. یا امکان داره بعضی از اشخاص کمبود ویتامین ها داشته باشن، مثلا ویتامین بی سی بسیار زیاد مهم است در داشتن یک سلامت دندان ها و بیره های ما. اگر مثلا کمبود ویتامین سی داشته باشن، هم شخص کم خونی داره و هم درد در بیرهاش به وجود میاد. دقیقا. خب بس ما هم ادامه داره، فعلا هم یک وقفه کوتاه داره. شما خوش آمدید. میگم ادامه برنامه یه طرح زندگی است و در برنامه هم با ما دکتر صاحب فرهناز هستن و روی موضوعی که ما هم صحبت میکنیم پوندیدگی بیره ها است. دکتر صاحب، آب و هوای گرم و سرد هم بالای بیره ها تاثیر داره، بر خصوص در پوندیدگی بیره ها؟ طبعا حتما. مثلا وقتی اکثر اشخاص بر ما میگن وقتی آب گرم سرد میخوریم بیره های قسم سوزش میکنه، وقتی حالت نرمال خود نداشته باشه هر قسمت وجود ما یک تنبیه برش میشه، یک حالت ناراحتی را احساس میکنه. شاید مثلا چای بخوره، مثل عزیز که ما دندان مریض وقتی میکشیم چون ساحت زخم است برش میگیم چیز داغ نخوره، مثل یک قسم به حالت عامیانه که بگیم پخته میشه. دقیقا. و شاید سردی هم بخاطر ازی باشه که بیرش خود از دندان جدا کرده، وقتی جدا کنه یک ارتباط بین دندان و ریشه فاصله بینش پیدا میشه و همین آو در قسمت ریشش حساسیت احساس میکنه، آو سرد وقتی میخوره میگه احساس سوزش میکنه، وقتی آو میخورم حساس میشه، مثل یک اگه لیمو یا چیز تند ترش بخوریم از دندان ها احساس میشه، ایسی شبرتان بگیم او قسم احساس میکنه مریض. و دیگه شرایط بسیار زیاد دیگه هم هست که باعث میشه مثلا تبخال در قسمت دهان ما تبخال زدگی باشه، تداوی از اینا رو به تعویق بندازیم، خود امینا باعث میشه که سر بیرای ما تاثیر بانه و مریض ناراحتی احساس کنه. دکتر صاحب، پوندیدگی بیره بالای دندان چی تاثیر داره؟ وقتی که یک شخص دندانش درد میکنه و میخواد بره پیش دکتر، هر قدر مریض اصرار کنه که ما باید میخوایم دندان رو بکشم دیگه، یعنی توان درد ایره ندارم که باید تحمل کنم، اما دکتر بعضن برش دوا میده تا میگم بیری شما آو گرفته یا میکروب جمع شده تا این خوب شوه. چقدر تاثیر داره بالای دندان و بیمار در این وقت چی باید کنه؟ همچنان یک تعداد از مریضایی هستن که وقتی میخواین دندان ساختگی بشانن بیره های از اینا باید حالت نرمال داشته باشه که نه پوندیدگی داشته باشه و نه از حالتش، باید حالت نرمال داشته باشه تا وقت دندان قالب گرفته میشه. در این مورد هم میشه نظر بده؟ وقت پیشتر که گفتین چرا دکتر تداوی نمیکنه برای مریض دوام میده، به خاطر که وقتی التهاب ساحه چهار طرف ساحه دندان میگیره امکان داره از سر بیرش باشه یا از سر خود دندان کرم خوردگی داشته باشه و باعث تخریبات قسمت پایین ریشه شود.
ما برای مریض چون آنستزی نمیگیرن یعنی اونم کرختی را نمیگیره و نمیتونیم سر دندانش کار کنیم، به او خاطر ما برای مریض دوا میدیم، باش دوا میدیم تا که ساحه خوب سی پاک شوه، التهاب از بین بره، بعد از اون مریض پیش ما که آمد ما میتونیم کار کنیم. یعنی دکتر صاحب تا زمانی که خود بیره حالت همین میکروب کاملا از بین نره، بیره کاملا صاف نشه، آنستزی گرفتن نمیتونه، کرخت نمیشه. بله، یکی ای عامل است، دیگه ای که ساحه چرک داره و اگر ما سر دندان ازی کار کنیم امکان داره عمو چرک داخل خون ازی بره و مریض یک عکس العمل نشان بده و باعث یک با وجود آمدن یک حالت بسیار خراب سر مریض میشه که چون وجود ازی هنوز مقاومت نداره در مقابل از چرک، او چرک ساحوی و موضعی میباشه. وقتی ما سر ازی کار کنیم او در سیستم خونیش میره و مریض یک تب شدید به وجود میاد برش، یک ناراحتی های مثلا سیستمیک برش به وجود میاد، از خاطر ما برش میگیم دوا بخور تا دوا یک سیستم دفاعی را در مقابل امو چرک بر تو به وجود بیاره و راحت سر ازی کار کرده بتونه و همچنان ساحه پاک شوه. بله، و در قسمت سوال دوم که در مورد دندان ساختگی از شما پرسیدم. بله، چون دندان وقتی که ما، اگر منظورتانی باشه که چرا وقت دندان میکشیم دندان جور نمیکنیم؟ بله، یک مدت زمان دکتر برش فاصله زمان میده. بله، فاصله زمانی میده چون ضرورت است که ساحش که دندان کشیده شده پر شوه برابر همسط قسمت‌های دیگه بیره شوه. وقتی ما دندان رو برز جور کنیم طبعا اگر در ابتدا خون نمیتونیم ساحه خونریزی میده، درد داره، بعد مریض دو هفته بعد از اینکه دندانش میکشه میاد میگه که من دیگه درد ندارم، راحت هستم، برای من دندان جور کنین. اما اگر ما بخوایم دندان برش جور کنیم بسیار تغییرات میاد، بعد از 4 هفته بیره کاملا جور میشه، فاصله بین دندان ساختگی و بیره به وجود میاد. بعد از یک محیط تجمع مواد غذایی میشه، مریض ناراحتی احساس میکنه، میگه ما هرچی میخورم در زیر پوش بند میمانه. اما وقتی دندان به صورت کامل به او اندازه که ما میخوایم جور شوه، او مطابقت پیدا میکنه امرای پوشی که برش جور میکنیم، دیگه تغییرات به وجود نمیاد، مریض هم راحت میباشه. دکتر صاحب، میشه در مورد پاکاری بیره ها، آیا مانند دندان ها همیشه وقت ما باید بیره را بشوییم یا خیر؟ ما وقتی که برس میکنیم دندان خود، طبعا برس ما هم سر بیره و هم سر دندان، وقتی که برس میکنیم سر بیره هم یک پاککاری خودم انجام میدیم، چون فاصله بین بیره و دندان بسیار محیط خوب با خاطر تجمع مواد غذایی است و باید ساحه خوب سی پاک شوه. از اون خاطر میگیم تار دندان استفاده کنین برای مریض، برسی کنین، به خاطر که اونم محیط یک محیط بسیار حساس و مشکوک است، به خاطر از اینکه مواد غذایی جمع میشه. وقتی مواد غذایی جمع شد بعد از اون میکروب در حالت نرمال ما داخل جوف دهن ما میکروبای است که بسیار وقتی شرایط برشان مساعد نباشه هیچ نقصی بر ما نداره، اما وقتی شرایط برشان مساعد شه در اونجا جذب میشن، بعد از زو مواد غذایی جذب میشه و باعث میشه که بیره را تحلیل بدن. اکثرا اگه دیده باشین بعضی از اشخاص دندانشان بسیار زیاد منگ داره، ببینین بیرهشان لچ شده. دقیقا از این خاطر ما میگیم وقتی از برس استفاده میکنیم تارم استفاده کنین که یک پاکت پردنتال یا پاکتی که در اون یک ساحه بین دندان و بیره با وجود میاد مواد غذایی در اونجا جمع نشه. دکتر صاحب، بعضی ها به این باور هستن که استفاده از تارهای مخصوصی که به خاطر پاکاری دندان است اینو فاصله بین دندان ها را ایجاد میکنن، اما من فکر نمی کنم، چون شاید طرز استفادهشان نادرسته است، شاید تاری که استفاده میکنن زخامتش مشکل داره و میتونن از تارهایی که بسیار نرم باشه استفاده کنن. تارو باید بسیار عمیق ببریم بین دندان خود، نه که تنها فاصله بین دندان برای دندان فاصله ایجاد کنیم، نه، باید بسیار عمیق ببریم که در اون قسمتی که بیره به دندان وصل است حتی اون قسمت رو پاک کنه. هدف ما از پاک کردن تنها بین دندان نیست، هدف ما بردن زیر بیره و پاک کردن عمو ساحه میباشه. دقیقاً دکتر صاحب، اگر در این مورد گفته ناگفته مانده هم شما میتونین بفرماین بگوین و همچنان پیامتان. فقط وقتی که به این عوامل مریض دوچار میشه باید پیش دکتر مراجعه کنن تا علت امی مرض برش معلوم شوه که از چی اثر ای بیرا مشکل پیدا کرده، و دکتر بعد از دیدن مشکلش دلیلش خودش تداویش برای مریض انجام میده. دیگه مثل همیشه ما تاکید میکنیم برای مریضا که برای تمام بیننده های ما که تنها افسلسه دهن خود همراهی برس کردن و تار کردن نگاه کنیم. هر 6 ماه یک دفعه برای دکتر مراجعه کنیم و دکتر خودش اگر ضرورت با پاککاری باشه، اگر کرم خوردکی های سطحی باشه برای مریض ور میدارم و مانع پیشرفت از میشه. دیگه چیز گفتنی ندارم. تشکر میکنم، سلامت باشین. باز هم تشکر میکنم از دکتر سفره
مهناز که در برنامه تشریف آوردن. جهان سرود سپاس میکنم. تشکر، سلامت باشید. فعلا هم یک وقفه کوتاه داریم، بازم در ادامه برنامه در زندگی با ما همراه باشید. باز هم شما را خوش آمدید میگیم ادامه یه برنامه یه طرح زندگی است و قسمی که ما هم در آغاز یادآوری کردیم. امشب هم در برنامه با ما دکتر صاحب زرخونه مهدی میباشند و روی موضوعی که ما صحبت میکنیم، موضوع سزارین است. در نخست سلام و خوش آمدید میگم شما را دکتر صاحب. تشکر، بسیار زیاد. ما هم سلام و عرض ادب به شما، اما دستاندرکارانی برنامه و همچنان او دوستایی که از طریق دوربین ما و شما رو تماشا میکنند. سلامت باشین دکتر صاحب، خوب هستین؟ روزای سرد زمستان بخیر میزن. شما بخیر میزن. زنده باشین. بخیر باشین. و امشب هم روی موضوعی که ما صحبت میکنیم انستیزی است. میشنویم از دکتر صاحب که کدام پروسه است و با کدام مشکلات بیشتر استفاده میشه. در نخست از این کلمه میشه یک تعریف داشته باشیم. البته انستیزی یا بیوشی یکی از دیپارتمنت های مهم طبابت و خصوص در بخش جراحی است. یعنی بدون انستزی پروسه جراحی هیچ صورت گرفته نمیتونه. البته بعضی اختلالات یا مزایایی دارن که اکثر مردم هزی هاگاه نمی باشن. اگر تعریف داشته باشیم، عبارت است از بین بردن درد و از بین بردن حرکت یا تحرکیت وجود بدون از اینکه وظایف حیاتی مختل شوه، با تطبیق حدوی انستزی. و این با مدت کم امی از بین بردن درد و یا ترکیت یا شعور که از بین میره دوباره قابل هرجا یا بازگشت هم میباشه. البته به صورت عموم بدونه و انستزی ما مواجه سیم، یکی انستزی لوکال یا موضعی است، یکی انستزی جنرال یا عمومی است. همطور که سابق از ادویه که استفاده میکنن زیادتر انستزی جرال یا عمومی بود که ایتر و حلوتان و تا امروز هم بعضش قابل استفاده است. زنین ماشین های مخصوص این مواد انستیتیک گازدار است که از طریق انشاق یا تنفس به مریض داده میشه تا مریض بیوش میشه. و شکل دیگه شکل موضعی است که میتونن با تطبیق مقدار کم انستزی در مساحه قرخت و بیوش و پروسیجر اجرا شود. البته امروز که زیادتر مورد استفاده قرار داره انستزی اسپاینال یا نخایی است که این البته مواد انستتیک یا مواد بیوش کننده ذریع سرنج مخصوص در فقرات کمر دفع بین 4 و 5 و 5 و 6 تطبیق میشه و بعضی از قسمت اطراف سفلی و با قسمت شکم یا بطن کاملا انستزی میگیره و قرخت میشه. دقیقا. یعنی میشه که پروسیجر سیزارین که عبارت است یک عملی برداشتن طفل است یا دیگه عملیات های بدنی، مثلا عملیات های کلیه، عملیات های یعنی گرده ها، عملیات مثانه، عملیات اپندیکس و روده ها که تزی صورت دقیقا. دکتر صاحب، وقتی که خانم حمل می داشته باشه و زمان زایمان فرا می رسه، چی نوع خانم ها حتمی است که باید اونا انستزی شون؟ آیا اونایی که ولادت نرمال هم دارن یا نه، و یا کسایی که حتمی باید جراحی شون اونا باید از این پروسه یا مرحله باید بگذرن؟ و در ضمن یادآوری میکنیم که چی تاثیر بالای جنین میداشته باشه. البته امی انستزی اسپاینال هم تو که گفتیم در سیزارین که بر بخاطر گرفتن طفل از روی بدن است باید بگیرن. البته خانمی که ولادت نرمال امکان داشته باشه باید از این انستزی نگیره، زیرا که همونطور که خوبی هایی داره یک سلسله اختلالات هم میداشته باشه. اگر او خانمی که بخواید و خواست خود سیزارین کنه، هم با گرفتن موافقش هم میتونه هی انستزی را بهش تطبیق شود. بعد از این پروسیجر سیزارین یا به شکل وکیوم دلیوری یعنی ولادت های انسداری هم میتونه که تیزی عملی صورت بگیره. اختلالاتی که برای طفل دارن، چون دمون لحظه وقتی که امی انستزی تطبیق میشه عضلات قسمت شکم رخاوت یا یک سستی پیدا میکنه، درد کاملا گم میشه و
وقتی که درد گم شوه امکان داره که طفل از حرکت بانه. اگر امی پروسیجر زودتر هجرا نشه امکان داره طفل طرق تنفسی زی بند شوه، تنفس طفل بند شوه، طفل با یک کمبود اکسیژن یا اسفیکسی و هایپوکسی به دنیا بیه. یکی از اختلالات است. اما یک سری خوبی هایی هم داره که امی انستیزی اسپاینال که بس زودترین فرصت درد آرام میشه، بسیار ارزان است. امی خانمی که انستیزی میگیره کاملا از نظر شور بیدار میباشه، میتونه پروسیجر امی پروسیجر برداشتن طفل به صورت درست ببینه، تنفسش خود به خودی می باشه، کندل بدی استفراغات نمی داشته باشه و عملیان بسیار راحت صورت می گیره، عضلات بطن بسیار شل می باشه، خونریزی زیاد نمی داشته باشه و بعد از 4 ساعت می تانه خانم با پای خود حرکت بده، حتی خودش هم می تانه حرکت کنه و طفل خود می تانه بگیره و شیردهی هم. دقیقا تاثیرش تا چی مدت زمان می باشه؟ وقتی که انستیزی اسپاینال گیر نظر به ادویه‌اش است، امکان داره اگر مقدار ادویه نیم دوز باشه تا 2 ساعت است، اگر پوره دوز باشه تا 4 ساعت هم امکان داره که خانم فقط در نایی بطن و پاها یک احساس کرختی یا بیوشی کنه. دقیقا دکتر ثبت، مریضای هم هستن که اونا نسبتا حالت نرمال دارن، یعنی همون بیماریشان هست که باید داشته باشه خانم در زمان زایمان و اونا تا تقاضایی داشته باشن که از شما بخواهند تا انستیزی کنین برش، آیا این درست است یا خیر؟ بله، البته شما میفهمین که پروسه زایمان یک پروسه بسیار مشکل است، درد بسیار شدید می داشته باشه و بعض خانم ها روسی که این پروسه را تعامل کردن نمی تانند. وقتی که تقاضا می داشته باشند که باید انستیزی بگیرن، کمی بیش از مزایایش و یا از اختلاط انستیزی باید بر مریض گفته شده، بر خانم که می خواهیم پروسیجر اسپاینال انستیزی را تایی کنه گفته شده، بودزو با موافقه خود مریض با موفقی پایوازش میتونیم بهش تطبیق کنیم تا که یک کم امی پروسه ولادت یا جراحیش آسان تر شد. میشه دکتر صاحب در مورد اختلالات امیر بل. مشکل میاد؟ البته اختلالات که اسپاینال انستیزی داده چون او در فقرات کمر تطبیق میشه، امکان داره که همی تطبیق هزی در با استخوان همون آیت تماس کنه، یک کمردردی دوامدار پیدا کنه. امکان داره که همی شرایط آی پی یا کنترول مکروب درست نباشه، یک مکروب داخل نخای شوکی بره، در طریق مایع نخای شوکی در دماغ بره، یک سردردی و یا یک مننجیت برش پیدا شه. امکان داره چون این دفعتن یک سوستی در وجودش پیدا میشه، امکان داره دفعتن فشار خانم بسیار پایان شه و یا امکان داره که امی دوا کمک به طرف بطنی به طرف صدر بره، امکان داره یک بندش تنفس یا اسرت تنفس هم بر از اینو پیدا کنه و یا امکان داره یک فیصدی کم سبب فلج پایا هم شده میتونه. با واقعیت هم یادآوری کنیم دکتر صاحب که بسیار مشکل خلق میکنه و در ضمن بر بیشتر کسایی که لازم است و ضرورت است در ضمن بسیار خوب هم است. واقعا هم خوب است از یک لحاظ ببینیم دکتر صاحب هم بعد، اما بیشتر شما نظرتان در این مورد چی است؟ آیا بیشتر از استفاده شو یا کمتر؟ اگر در صورت ضرورت نباشه کمتر استفاده شو بهتر است، الا یک ضرورت باشه یعنی با تکمیل معاینات خانم با علائم دیدن علائم اعتیادی کنترل علائم اعتیادی باید تطبیق شد، نه اینکه بدون از اینکه فقط تقاضای تن و یک طرف باشه و باید تطبیق شد و دکتر اکسپرت باید این مورد معلومات کافی از مریض خود داشته باشه باید استدید. تشکر میکنم و میشه هم یادآوری کنین که قبل از اینکه باید انستیزی شود یک مریض کدام معیارها را باید داشته باشه؟ آیا فشارش باید نرمال باشه؟ فشارش باید پایین باشه؟ در کدام سطح باید قرار داشته باشه؟ باید کدام موضوعات است که یک نرس یا یک دکتر
اما در نظر داشته باشن و یا خود مریض باید بفهمه که اگر ما میخوایم قبل از اینکه انستزی شوم باید این علائم داشته باشم و یا این خوبی صحت ما داشته باشه که ما باید انستزی شوم. البته همونطور که یادآور شیم علائم حیاتی باید نرمال باشه، یعنی فشارش در حدود نرمال باشه، یعنی اگر فشار پایان بالا باشه اول باید یک مقدار ادویه بر فشار پایان یا بر فشار بالا گرفته شه، بعد از اون بر مریض تا که فشارش بعد یک ساعت نیم ساعت هم تا حیار شد باید از بشتد بخشه. از نظر ریه ها یا شش ها باید دیده شد کدام نفس تنگی یا صورت تنفس قبلی نداشته باشه، کدام اساسیت به دوا نداشته باشه، یا کسایی که البته بعد خانیات عادت داشتن باید اقلا برای یک روز دو روز از دخانیات استفاده نکنه باید از این تدبیق شد. تشکر میکنم دکتر سبزی که در برنامه تشریف آوردن. واقعا یک موضوعی بود که همه ضرورت دارن که باید بفهمن، بخصوص خانم ها که همیشه وقت با این مشکل میباشن سر دو چهار هستن، باید بفهمن از این موضوع آگاه شون. میشه شما هم یک پیام داشته باشین به فامیل های عزیز؟ البته پیام ما به اون دوستای ما ایست که البته تجربه کلینیکی ما رو میگیم که اکثرا مریضا و یا فامیلا بدون از اینکه از اختلاط انستزی بفهمن تقاضای زیر دارن که مریض ما تعمال درد نداره باید تیر بیوش کنین یا انستزی بدین، که البته به صورت حاجل این امکان نمی داشته باشه. تشکر میکنم، سلامت باشه. تشکر. باز هم تشکر میکنم از دکتر صاحب زرخونه مهدی، مسئول شفاخانه یه مهدی که در برنامه تشریف آوردن و شما هم با ما همراه باشین. فعلا هم یک وقفه کوتاه داره. بخش زیبایی این برنامه از طرف آرایشگاه صورت مکان زیبایی ها برای بانوان شیک برای شما تقدیم میگردد. باز هم شما را خوش آمدید میگیم عزیزان و ادامه برنامه طرح زندگی است. در بخش برنامه هم با ما خانم لیلا میباشند از سالن زیبایی و پاکسازی صورت که این بار هم در برنامه مراجعه کردن، بارهای هم قبل آمده بودن و امشب هم روی موضوعی که ما میخواییم صحبت کنیم، موضوعی است که مطمئن استم همه خانم لیلا به این موضوع ضرورت دارن که باید بفهمن. باز هم شما را خوش آمدید میگم. سلام و عرض ادب خدمت شما و مهمانان دوستان عزیزی که برنامه امروز ما را شاهد هستن. سلامت باشین. خانم لیلا، موضوعی که میخواییم صحبت کنیم بیشتر ناخون ها است. چون نظر به تقاضای بیشتر از دوستان همیشه وقت دکتر صاحب سالخان ما در بخش جلدی و زیبایی میداشته باشیم، اما باز هم با ما خانم لیلا هستن در بخش زیبایی و شما هر سوال یا مشکلی که دارین میتونین از طریق فیسبوک نیز با ما شریک بسازین و موضوعی که میخواییم ما این موضوع رو روش کار کنیم و موضوعی که میخواییم در مورد صحبت کنیم ناخون هاست. بیشتر افراد و خانم ها هستن که همیشه وقت شکایت دارن که ناخون های مشکنه و یا ناخون های پوستک پوستک میشه. خانم لیلا، نظر شما در این مورد چی است؟ دلیلش چی است؟ چگونه باید از ناخون های خود ما محافظت کنیم؟ همیشه ما که یک ناخون سالم که داشته باشیم باید همیشه ناخون های خود را سعی کنیم حالت طبیعی ناخون ها یا رنگ گلابی داره یا رنگ یک سفید و ملایم است که معمولا این یک ناخون سالم گفته میشه. در بعضی از ناخونا است که شکستگی داره، خرد شدن است، ممکن است یک لکه‌ای تا بین ناخونا به وجود میاد که لکه است و زرد میشه و یکان دفعه تا بین ناخونا یک حالت لکه سبز رنگ دارن که هر کدام از این از خودش یک علائمی دارن. دقیقا. علائم دارن که بیشتر به خاطر کمبود کلسیوم است و زیادتر کسایی که ناراحتی عفونت های قارچی داشته باشن و حتی کسایی که ناراحتی قلبی داشته باشه در همون حالت تم ناخونش تاثیر میمانن. کسایی که دیابت داشته باشن حالت ناخونایشان معمولا حالت قرمز رنگ میباشن. دقیقا. یعنی وقتی که امی لحظه دوستایی که برنامه رو تماشا میکنن میتونن که ناخونهای خود رو ببینن، به طرف ناخونهای خود علائم و تمام موضوعات را که با ما خانم لیلا شریک میسازن میتونین ببینین و این بسیار خوب است که همه در مورد همه چیز باید بفهمه، برخصوص ناخون ها. خانم ها بسیار واقعا خوش دارن، علاقه مندی دارن که باید در مورد ناخون های خود، برخصوص خانم هایی که بسیار اساس هستن در مورد ناخون های خود باید بفهمن.
بر ما خانم لیلا هم یادآوری کردن ناخن هایی که سالم هستن رنگ گلابی تر دارن و صاف است. صاف هستن. ناخن هایی که سبز است، حالت سبز رنگ داره، زیادتر علائم بیماری قارچی و باکتری رو داره، و ناخن هایی که زیادتر حالت سفیدی دارن نشانه بیماری کبدی دارن یا گاهی هم نشانه کمخونی است، و ناخن هایی که سرخ می باشه که تا زیر غلط چی دارد زیادتر برای تکلیف قلبی است، کسایی که مشکل قلبی داشته باشد. دقیقا، واقعا ناخون ما یک چیز ساده می گرفتیم اما میشه که واقعا بسیار زیاد برش توجه کنیم. خانم لیلا، بعضی هستن که ناخون های خود بسیار از قسمت نسبتا گوشت که زیر ناخون است می گیرن، این چی مشکل بر ناخون ها پیش می کنه؟ ی کسایی که از گوش میگیرن خوی معمولا یک خودش یک مشکل داره این ناخون. یگان تا هست که ناخون خود نمیتونن که بگیرن، میگه ما باید از زیر گوش بگیریم که خودش یک کمبود. این تقریبا این ناخونا به خاطر کمبود کلسیم است که هیچ وقت منظم گرفته نمیشه. کمبود کلسیم و ویتامین آیش کم باشه بر خودش یک مشکل ساز است. همیشه ما شنیدیم که ما نمیتونیم صحیح ناخون بگیریم. چرا؟ یا از گوش گرفته میشه یا وقتی هم که برای به حالت شکل که گرفته میبرایه گرفته بیه بو که دوباره و چیشا بسیار منظم. یک تعداد خانم هایی هستن که شکایت میکنن وقتی که میگن ما ناخون میمانیم، ناخون ها یک حالت تیرم نیداشته باشه که رویش کاملا پوستک پوستک میشه. تاثیر این چی هست؟ کمبود کلسیم است. کسایی که کمبود کلسیم دارن سعی کنن همیشه از مواد غذایی پروتئین دار استفاده کنن. کلم، سویا، این هم چیزایی هستن که پروتئین است تا پوستک ناخونایی که به وجود میاد و همچنین برای ویتامین ویتامین آهن بدن کم باشه این معمولا مشکل پیش میاره. اکثرا ما شنیدیم که وقت خود کیفیت رنگ ناخونم که ما استفاده میکنیم اگر کیفیتش هم پایین تر باشه ناخون خراب میکنه. و یا یک تعداد از خانم ها هستن که همیشه بالای ناخونشان رنگ ناخون است که اصلا همون قسم که جلد ما به خاطر وقتی کارایش میکنیم پاک میکنیم و به هوای آزاد و به اکسیژن ضرورت داره تا تنفس کنه، ناخون ها هم فکر میکنم که بعضن ضرورت دارد به هوای آزاد و به اکسیژن، اما ما همیشه بالای ناخون رنگ ناخون می باشه. چه مشکلات را بر ناخون پیش خواهد کرد؟ گفته شما که همیشه ما تا جلد خود رسیدگی می کنیم، یک پاکسازی بر جلد انجام می دیم. ناخونام بر خود یک طریقه خاص داره که باید انجام بدیم که شکل او مینیکیور است که تا آرایشگاه انجام می شه. تقریبا در کل جای افغانستان رواج شده دیگه، دختر خانم هم زیاد دارن، ما تا بخش خود ما زیاد مراجعه داریم که برای کسایی که ناخونایشان شکل بچی گرفت باشه، نامنظم گرفته باشه، یا تا بین دستایشان امیقات دستایشان انگشتایشان یک لکای سیاه داره که از طریق منیکیر از بین میره. اول خوناخونا رو فرم داده میشه و بعدم روشن کننده دستش که چندین مواد استفاده میشه برای دستایشان انجام میشه که او بسیار تاثیر موفق داره. بله. خانم لیلا، نظرتان چی است؟ تا بریم ما به شکل عملی امی پروسه منیکیور رو با هم یک جا تماشا کنیم. موافق هستم. خب عزیزان، میریم با هم یک جا تماشا میکنیم، بازم در ادامه برنامه با ما باشیم.
خب بس یه تصویری بسیار زیبایی بود در مورد مانیکیور که با هم یک جا تماشا کردیم. یعنی طریقی را که کار کردن همکارایتان طریقی کاملا درست بود و گفتنی در مورد اشتارین خانم لیلا؟ طریقی که کار کردن بسیار کار درست و منظم بود. میتونن دختر خانم ها میکاره همیشه انجام بدن. به نظر ما یک دفعه انجام بدن خوب است. دقیقا. بیشتر اوقات ما خانم هایی را هم دیدیم که همیشه وقت در خانه میباشن اونا و ناخون میمانن. خودشان هم میتونن که در خانه دستای خودم مینیکیور کنن و همچنان هفته آینده حتما در مورد پیدیکور هم صحبت میکنیم که مخصوص پاها است. انشالله بازم تشکر میکنم از خانم لیلا که در برنامه تشریف آوردن. جهان سپاس میکنم. سلامت باشه. زنده باشه. خب عزیزان، باز هم سپاسگزاری میکنم از سالن زیبایی و پاکسازی صورت که تمویل کننده یه بخش زیبایی برنامه هستن. فعلا هم یک وقفه کوتاه داریم، بازم در ادامه برنامه با ما همراه باشید. بخش زیبایی این برنامه از طرف آرایشگاه صورت، مکان زیبایی ها برای بانوان شیک، برای شما تقدیم گردید. باز هم شما را خوش آمدید میگیم. لحظات پایانی برنامه است و در این وقت برنامه هم یک بسی تصویری بسیار زیبایی داریم در مورد چیدمان غذا. میریم و هم یک جا تماشا میکنیم. بسی تصویری بسیار زیبایی بود با هم یک جا تماشا کردیم و سپاس میکنم از اینکه تاکنون با ما بودین، ما را همراهی کردین عزیزان. و بیشتر خانم ها هستن که با واقعیت اونا علاقمندی خاصه به آرایش صورت دارن. در این وقت برنامه هم یک بسی تصویری بسیار زیبایی در مورد آرایش صورت آماده کردیم. میریم با هم یک جا تماشا میکنیم. در ادامه برنامه طرح زندگی ما را همراهی کنیم.
بسی تصویری بسیار زیبا بود با هم یک جا تماشا کردیم عزیزان و شما هم میتونین از طریق فیسبوک نظریات و پیشنهادات که دارین میتونین با ما شریک بسازین. این هم بود برنامه طرح زندگی با موضوعات مختلفش که تقدیم شما شد. تا برنامه یه بعد همه شما رو به خداوند یک تا می